خب به بینده گرامی در این بخش برنامه با گزارش از خبرنگار فعال و پرتلاش تلویزیون جهانی امید 24 در امریکا نظیره کریم عظیمی جرمی کنیم که از واشنگتن ارسال کردن. از هفته شهید تای محفل باشکوه در سفارت افغانستان در واشنگتن تجلیل به عمل آمد. در این محفل شمار زیادی از افغانهای مقیم امریکا، سفرهای پیشین، فرهنگیان و شخصیتهای سیاسی، دینی و علمی شرکت کرده بودند. شرکت کنندگان از کارنامه های شهدای افغانستان به نیکی یاد کرده و تأکید کردند که راه و ارمان آنان باید ادامه یابد. متن کامل گزارش. این محفل به مناسبت هفته شهید، 16 سال روز ترور احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و همچنان از 6 سال روز ترور برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای صلح افغانستان گرامی داشت به عمل آمد. در آغاز این مراسم ختم قرآن کریم صورت گرفته و بر روح شهدا اتعاف دعا صورت گرفت. دکتر حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن در این محفل از شهدای افغانستان نام گرفته و از فداکاری های آنان به نیکی یاد کرد. وی تأکید نمود که راه آنها مانند مکتب برای آینده سازان کشور می باشد و باید ادامه پیدا کند. شما می فهمین که افغانا آرزوی همگیشگیشانی بودن که باید صلح بیاید در افغانستان و ما تپ و تلاش و کوشش های خود میکنیم. هرچی از دست ما شود ما کوشش میکنیم تا افغانستان صلح بیاید. آیا سوال اینجا است که دشمن چی میخواهند؟ آیا میخواهند به صلح حاضر شوند؟ اگر حاضر میشن ما در خدمتشان هستیم. هر وقت هر افغان، هیچ افغانی نیست که نخواهد افغانستان صلح بیاید و دولت همیشه آماده ازی بودن که امرای هر کسی که میکنم مشکل سیاسی دارن امرایشون صحبت کنیم و اگر امروز هم کسی مشکل سیاسی دارن ما حاضر هستیم که امرایشون صحبت شون. سفیر افغانستان در واشنگتن با استحکام وحدت ملی تاکید کرده و اظهار داشت که به دشمنان نباید اجازه داده شود تا وحدت ملی افغانستان را خدشه‌دار سازند. وی همچنان از فعالیت های نیروهای امنیتی در راستای تامین امنیت و دفاع از تمامیت ارضی کشور ستایش کرد. در این حال شماری از شرکت کنندگان نیز کارنامه های شهدای افغانستان از جمله احمد شاه مسعود و پروفسور برهان الدین ربانی را برشمرده و خواستار پیگیری پرونده های قتل آنان شدند. ما در مورد شهادت استاد ربانی هنوز خواهان یک تحقیقات مستقل بین المللی توسط ملل متحد هستم، نه تنها در مورد شهادت استاد ربانی بلکه در مورد شهادت مصطفی کاظمی شهید، در مورد شهادت جنرال داوود شهید، در مورد شهادت سایر شهدایی که به شکل مرموز و ناجوان مردانه شهید شدند مخواهان یک تحقیقات مستقل بین المللی ذریعه ملل متحد هستم. آقای گفته منه بلکه صدای اگر اشتباه نکنم 98% مردم افغانستان شاید با ما هم صدا باشه. 2% محدود نمیتونیم که آدم سرش حساب کنه. هنوز ما پابند هستم و آمدن گلبدین نه خیر مقدم میگم و یک قدم نیکم نمیگم. هنوز هم پابند. با خبر باش که این خلق خدایی دارد. آخرین ناله مخلوق صدایی دارد. آه مظلوم به زودی بگیرد ظالم را، هر عمل هجر و هر کرده جزایی دارد. بفرمایید لال شما رشته کلام گرفته، اول خود معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالله خداداد نام دارم، از سفارت افغانستان در واشنگتن. امروز هفته شهید و روز شهادت قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود و نیز یاد از 6 سالگشت شهادت شهید صلح استاد برهان الدین ربانی در اینجا در سفارت افغانستان از طرف سفارت افغانستان میزبانی شد. البته از همه شهدای عزیز میهن یاد شد و به روحشان دعا شد و به صلح و آرامش افغانستان نیز دست دعا بلند شد. و در رابطه با پرسش که بیشتر شما کردین، تا جایی که من اطلاع دارم تحقیقات پیرامون حوادث قتل‌های زنجیری که با تأسف بهترین شخصیت‌های ما را از ما گرفته جریان داره، هرچند تحقیقات طور که ما
آرزو داشتیم شتابان نبوده و به کندی پیش میره، اما تحقیق جریان داره. تا زمانی که تحقیقات به نتیجه برسه دشوار است که آدم با ظن و گمان چیز بگویه. ولی که ما امروز ختم قرآن عظیم شانه که به خاطر شهیدای پاک افغانستان شد، خداوند روحشان شاد داشته باشه، خداوند به حقشان قبول و مقبول درگاهشان بسازه. رفتی و داغ بر دل یاران گذاشتی، رفتی و داغ بر دل یاران گذاشتی، نام نیکو بر دفتر انسان گذاشتی. جای افتخار است که امروز ما در سفارت کبرای افغانستان مقیم واشنگتن دی سی جمع شدیم به خاطر یاد بود از شهدای گلکون کفن افغانستان. همه دوستا جمع شدن. حضور بانوان افغان امروز در محفل تجلیل از هفته شهید با چشمگیر بود. بینایت هدف سفر شما با واشنگتن چیست؟ آمدین که دوستا رو ببینید؟ فقط دوستا رو میبینم و افتخار کردم و بسیار خوشحال شدم که شما رو دیدم. مراسم جشن آزادی افغانستان اشتراک داشتم که بسیار خوشحال شدم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ما عبدالهادی است، بارکزای تخلص میکنم از شهر نظامی افغانستان مقیم واشنگتن دی‌سی. یه ازدیاد قوا بر افغانستان مؤثر خواهد بود؟ تلال مشکلات موجود خواهد بود؟ بله طبعا، ما کوشش ما ای است که در قبال فرستادن امی تعداد پرسنل اضافه ما بتانیم که امنیت و ثبات بیشتر را برای افغانستان بیاریم و همزمان همین 3500 نفر که می اینا در بخش تعلیم و تربیت با اردوی ملی با نیروهای امنیتی افغانستان همکار خواهد بودن. یک قدم بسیار مثبت است. ما بسیار خرسند هستم که همچون فرصت ما باز بدست آوردیم. افغانستان در طول تاریخ شما ببینید چقدر قربانی ها داده، همه قربانی هایش روی احساس وطن پرستی بوده که مقابل دشمن اینا استادن، مقابل دشمن مجادله کردن و دشمن از هر وسیله و از هر بهانه‌ای که باشه میخواد که استفاده کنه. بله. اما هیچ وقت موفق نخواهد شد. بله. هیچ وقت موفق نخواهد شد. چرا؟ احساس را که افغان ها مقابل آزادی دارن، مقابل مملکت خود مقابل دارن، این گشتنی. از افتای شهید اما سالا در داخل و خارج افغانستان تجلیل می شود. این بار این مراسم با دهم محرم روز شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش مصادف بود. نظیر عظیم کریمی، شبکه جهانی امید 24، مقر سفارت کبرای افغانستان، واشنگتن دی‌سی.